چه اتفاقی برای رپ فارسی داره میفته؟ اون از دیس نسل چاریا، هیپاپولوژیست و گاتپوری، این هم از امشب دیس فدایی به سروش لشکری. خیلی عجیبه، خیلی عجیب شده رپ فارسی. بچه آره شور عجیبی گرفته. آره امامدی داکسن در جمع ما هست، همونطور که درخواست کرده بودید با پیج داکسن. اگر آره. این پیج میبینید ممکنه یه پیج بزنید. آره. ممکنه که میزنید. آره خبرش رو همین پیج هم اعلام میکنیم و مهدی قرار خیلی از برنامه ها و کانتنت های جدیدمون کمکمون کنه، پس براش عشق بفرست. عشق بفرستید. آره چی میخواستم بگم؟ آجی میخواستم بگم که خیلی عجیبه این قضیه. خیلی عجیبه بچه اونایی که عجیب تر از این قضیه که پوری توی یکی از سرکاش گفته بود که تو دنیایی که فدایی میزنه به سروش، یعنی اشاره هم کرده بود به فدایی سروش و فردا شبش این اتفاق میفته. این خیلی عجیبه بچه ها. این ویدیو همچنان اینترو نداره. آره. واقعا درخور چیز نیست، واقعا سریع باید بریم. ولی کسایی که پیش درآمد یا اون چیز قبلی که باید از این ویدیو ببینن رو ندیدن، لایو ما رو نوشته بیف فدایی و سروش یا هیچ کس. لایو وایس رو گوش دادیم، وایس هایی که تو پیج فدایی و تحلیل کردیم، حالا صحبت کردیم. آره صحبت کردیم راجبش و حالا نظر قطعی نمیشه داد. ما الان اون موقع نظرمون رو نسبت به وایس گفتیم، الان نظرمون رو نسبت به ترک میگیم و اگر هیچ کس بک داد نظرمون رو راجب اون خواهیم داد و باید از خودش دفاع کنه. بریم که داشته باشیم چون خیلی حاجی اتهامات سنگینی تو وایس ها فقط زده شد. یعنی یه چیز بچه ها اینو بگم که بمونه به یادگار تولد عمو سهراب و حاج مهدیه. آره مهدی ششم و من هفتم تولد من. آره هفتم. آره الان تو هفتم. خب بریم یادگاری از فدایی رو داشته باشیم. آره بریم که داشته باشیم. من میگم بعد از یادگاری هم نمیدونم چی والا شیشه میشه اصلا شیشه میشه گل. بعد از یادگاری هم آچمز بود. آره آچمز از شاپور و فدایی رو خواهیم داشت. دو تا ترک هم داد. آره حاجی شاپور خیلی قویه، من واقعا دلم نمیخواست این روز رو ببینم که هیچ کس رو دیس کنه. هیچ کس اسپک میده؟ صد درصد. خودت چی گفتی؟ تحلیل خودتو بگو تو ویدیو قبلی. نه توییت بابت یه توییت چقدر توضیح داد؟ آره بابت یک توییت چقدر توضیح داد و بابت این وایس ها و دیسترک ها 100 درصد خیلی بیشتر از اون. آره واکنششون میده. بریم آقا 321 ثانیه یادگاری از فدایی. بچه هایی که میدونن حس میکنم این یه موادی و جاله شاید هم نباشه، تو کامنت ها به ما بگی. آره تو کامنت ها به ما بگی چون ما نمیدونی چی قاشو انگار چی اون. آره بریم. قیافه عجیبی داره. وقتی که پوپولیست به ما نمیچسب تو دری و کمونیست هوچیگری کارت تو آخر خطی ملتف دایره زیر میگیری ما رو در نره تایره تشت و دو سه فائزه چقدر داده بود مایبت فکر میکنه که عوض فائزه هاشمی فائزه چقدر داده بود مایبت آجی فکر میکنم صدای ترک کمه. آره اه چه زمان صدای ترک کمه. خب من اینا رو پس به حالت قبلی برمیگردم. مرسی کم کردم. تایره تشت و دو سه فائزه چقدر داده بود مایبت فکر میکنه که عوض ولی امامزاده تایره یه نخاله بودی قاطی ما نباشیم که به خودت میزنی لایی با به سروش گفت یه نخاله بودی بین ما. این خیلی حرف سنگینیه. خیلی حرف سروش. سروش از بد بوده مگه میشه نخاله باشه؟ شاید از لحاظ خب عددی نگاه نمی کنه، قدمتی نگاه نمی کنه، طرز تفکر، طرز تفکر، شاید طرز تفکرش بعد از این اتفاقا باشه. نمی داره. آره بریم. باز تعجب داره. آره ولی باز هم تعجب داره مسلمن این حرف داره. نره تایره تشت و دو سه فائزه چقدر داده بود مایبت فکر میکنه که عوض ولی امامزاده تایره یه نخاله بودی قاطی ما نباشیم که به خودت میزنی لایی با کار بالاخره کاسه یه داغی آش روبای پیر پیش رو که دور زدی تو مالزی تو همه رفیقاتو دادی لا کار ما رو کردی زیره پیش رو که دور زدی تو مالزی تو همه رفیقاتو دادی لایی کار. یعنی یه جوری حمایت کرد از اون قضیه و گفت واقعا پیشرو رو لاکار داده بودی. داستان پیشرو هیچ کس هم میدونید که این باعث جداییشون شده از هم و کلی حواشی داشت و چند سال با هم دیسکانکت بودن و این داستان هم. بریم. دلم میشکنه اگه واقعا سروش پیشرو رو لاکار داده جوری... باشه. ناراحت شدم. سروش خودش دفاع زیبایی داشت.
ولی نمیدونم رو با حرفای سروشم بشنویم. آره حرفای سروشم ما بشنویم مسلمانم تو دور زدی تو مارزی تو همه رفیقا تو دادی لاکار ما رو کردی زیر انگ روحانی و نایاک صورت جنگ پرانی میلرزه پاهات جز مراسم کالت خون تو میخوریم جای آب انار راست بگو انو عکس نمیگیری با زنا شورت سفید جو بنده میزنی گیره به شاهزاده اکم تو اومده با دو تا شورت سفید من رپ کنم چون شورتم سفیده. زدی گیره بهش یعنی اون رپ کن بودنه رو گذاشتی گیره رو بنده آجی اوکی پاهات جز مراسم کالت خون تو میخوریم جای آب انار راست بگو انو جز مراسم کالته کالت به چیز میگن مثلا شیطان پرستی یه کالت داره. آره. یه نماد شبانه. نه یه اون قربانی کردن نه کالت به اون مجموعی که دور هم جمع میشن میگن کالت. آه. اسمش رو یادم رفت. جزء اونه که خونه تو می‌زنی با آفرین آره. فرقه ببخشید مردم اوکی اوه گفته بود 1500 تصویر یه فرقه آه. میگه جزء مراسم کالتمون اینه که خونه تو می‌زنیم با آبنار بالی شد عکس نمیگیری با زنا شورت سفید رو بنده میزنی گیره به شاهزاده اکم تو اومده با دو تا کیسه برنج فیلم بازی نک آزاده کم اومده با دو تا کیسه برنج چه کمپی؟ کمپی که کمپ اوه آره دیگه خودشون داخله آره تو وایس افتاد بچه ها لایو اگه نبینید ندیدید باز هم میگم که ببینید بریم کن قاسمی قبل ما ریده به تو که رهبری قدرت تو قاسمی علی قاف بساز ارتش قبل ما قاسمی ریده به علی قاف ریده به علی قاف یعنی داستان خورده با هیچ کس ایمای آره فاکتور نمیدونستیم تو لایو گفت دیگه تو وایس وایس گفت تو لایو هست تو لایو هست و قبلش ولی ما نمیدونستیم که علی سر این جدا شده بود فیده جو بنده میزنی گیره به خود سروشم توی چت اعلام کرد که به خاطر اینکه ایرانه من باش دیسکانکتم با علی قاف نگفت که به داستان خورد. برو بریم ده اکم تو اومده با دو تا کیسه برنج فیلم بازی نکن قاسمی قبل ما ریده به تو که رهبری قدرت تو ادیکتورم میشه گرفت به ساز ارتش سایبری و کو تخریب مسلمون بودن سخت نیست میذاری صف پشت ما لو دادی چیریکو رئیس مخبرا باید به تو میدادی بیلی لو دادی چیریکو رئیس مخبرا اون پیجی که گفت پیج چیریکی ها رو داشتم و گفته بود که ما رپریم قدرت ها هم میترسن اما میگه تو که رپری بساز جب ولی ما این داستانو اوکی پشما میذاری صفحه پشت ما لو دادی چیریکو رئیس مخبرا باید به تو میدادی بیلی تو خودتو خاکی میکردی بشینی جای بوت خودتو خاکی میکردی بشینی جای بوت بوت از مجسمه از خاک و این از پشمام باید به تو میدادی بیلی تو خودتو خاکی میکردی بشینی جای بوت قسم به ماه پر تو فرقمون تو به مرگ آقای لشگری کجا میری تو عبد توی گله گیری ما گرگیم این که میگه تو فرقمون تو به مرگ توبه یه گرگ مرگه تایید میکنه یک فرقه هستن چون توی وایس گفته بود ما فرقه نیستیم من اسم میکنم دارم مسخرش میکنم آها هی داره میگه فرقمون فرق تو که میگه فرقمون باشه فرقمون خونو با خون تو رو با آونار میزنیم تو فرقمون مرگ توبمون مثلا توبه گرگ مرگ بریم پشمون آی پر تو فرقمون توبه مرگ آقای لشگری کجا میری تو عبد توی گله گیر پای گرد تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مرگم من اگه تو نباشی من اگه تو نباشی تو لایف سر کامنت گذاشت گفت ما اگه تو نباشی من فکر کردم واس خودشه گفتم چه لاین سنگینی پشمام بریم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراشی گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر تو اگه ما نباشیم میشی نوچه یه مریم تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراشی گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر بیترینه چیشه یه مشت ما فلزی کامیونه واسه تا لاستیک میارم منه برزیل باکسازی میکنیم ملتفت زده تو کار اصلاح جنتیک ته 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 میافتیم مثل کندی سرنوشت آزاد گو خودت بوت میشی خودت یعنی ما تو رو میشکنیم
تو بوتشکن نیست، تو بوتی. حرفای چند پهلو بودن داره دیگه. آره، یعنی داره میگه تو حرفت با عملت انگار فرق میکنه، فرق داره که هر چی میگفتی خودتی اصلا. برو بش اینه چیشه یه مشتم و فلزی کامیون و واسه تا لاستیک میارم من برزی پاکسازی میکنی ملتفت زده تو کار اصلاح ژنتیک ته 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 میافتی مثل کنه پاکسازی میکنی ملتفت افتاده تو کار اصلاح ژنتیک، یعنی تو رو حذف کردیم به خاطر اینه که پاک نبودی. ما پاکسازی کردیم که دوره حذف کردیم. ژنتیکت مشکل داشت پشمام. دی سرنوشت آزاده میشه بعد کار دایانا کله عظیم علی رو میذاریم رو کاتانا سوالی که برام پیش اومده اینه شب پتر دایانا چقدر آشناه برام. اسلای ژنتیک تت 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 میافتیم مثل کندی سرنوشت آزاده میشه بعد کار دایانا کله عظیم علی رو میذاریم رو کاتانا سوالی که برام پیش اومده اینه شب پتختی رابطه چگونه بوده بین مامانا هنو همونه همون قدرت طلب آویزونه که ایجا سافر میگه شب پتختی رابطه چطور بوده بین مامانا، یعنی پشمام، یعنی اون چیزی که تو ذهنمه. منم هم همون چیزی که تو ذهنمه در مورد همون گروهی که فکرشو میکنی. نه من میده چی تو ذهنمه، من این تو ذهنمه که اونا به خاطر اینکه توی یک گروهی بودن مشکل خوردن با اونایی که تو اون ور بودن. شاید من یه چیزی که تو ذهنمه، من دقیقا جنسی تو ذهنمه. نه آره خدا داخل آخه داخل اون گروهی که میگن یه سری قواعد و قوانین هست کالتشون فرقه. آره ازدواج با آره. چیز مثلا دارم ازدواج با همفرقه‌ای دارن. آره داستان میافتیم مثل کندی سرنوشت آزاده میشه و تر دایانا کله عظیم یکیش اینه، یکیش هم اینه که شب پاتختی، پاتختی روزی که دختری از دختر گرفته میشه. این میتونه ربطش باشه؟ نه خیلی دیگه اوورکچ. نه اوورکچ نمیدونم. داریم رو کاتانا سوالی که برام پیش اومده اینه شب پاتختی رابطه چگونه بوده بین مامانا هنو همونه همون قدرت طلب آویزونه که ایه جا ساپورت بشه مدرک همه همیشه محکم ترن حالا برو به آزاده بگو راپورت بده اما یادگاری میمونه برات کبودی اوج تو اون موقع بود که نبودی بتا میاد و فوقی نبودی مثل که دگوری را... فاک اوج تو اون موقع است که نبودی. 9 سال سکوت هیچ کس و بعدش هم که سکوت کرد بعد از اون یزید 9 سال سکوت، 9 سال سکوت کرد بابا. 9 سال خیلیه، یعنی 9 تا بچه به دنیا می اومد اگه 9 ماه در نظر بگیریم. بیشتر داداش 9 سال یعنی سال 1394 از الان. یه از 94 کار نهده بود، از 92 کار نهده تا 1400 دیگه 1400 اینا بود پشمام. یا از 90 کار نهده بود تا 99. چنلمون اون تایم استارت خورد 99 بودیم، پس 9 سال میشه 1390. از 1390 از 90 کار نداد تا 99 خیلی حرفه. پشمون برو برو پشمون که بودی اوج تو اون موقع بود که نبودی به تا میاد و فوقی عمودی مرتی که دگوری راست گوشن تو مجاهد اومده بود شب عروسی هنوم هستم انگال و بینه تو سوزی کدو تنبل ما رفاقت تو سک میریم بالا تو صندلی تمیشه پلوم از دست آقا جانی نبود الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک زر آقا جانی نبود مهدیار آقا جانی اگه نبود هنوز سیدی فروش بودی کف پشمام. ولی حاجی این یه سری فکتوری داره میگه که یه چیز بگم واقعا شوکه کننده. امکان داره که مثلا پلتفرما رو مهدیار مثلا راه انداخته باشه و متفت برای مهدیاره، این که واضح و مبرهنه که تونست ترک بس روش کنه. خیلی ساله که با مهدیار کار میکنه، یعنی اصلا 84-85 اینو راست میگه اصلا قبلش آره دیگه میفروخت مثلا فرق. برو بید خب شاید مهدیار نبود یه نفر دیگه پلتفرم رو برای سروش را نه اصلا بحث پلتفرم نیست، منظورش این که تو شغلت اون بود، یعنی همون میبود آره. سیدی فروش همون جا میبود چی بابا، چون هی من میگم ما سیدی همون خودمون میفروختیم. آره پشمام اما یادگاری میمونه برات کبودی اوج تو اون موقع بود که نبودی بتا میاد و فوقی عمودی مرتی که دگوری راست گوشن تو مجاهد اومده بود شب عروسی هنوم هستم انگال و بینه همچنین کدو تنبل ما رفاقت تو سک میریم بالا تو صندلی تمیشه پلوم از دست آقا جانی نبود الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک ضربت و نوش کردی شب قدر تو شغالی نسگ زدین همه جور تو کشیدم من خرده میشه زیر برف سر کف فامیلا سارق لحظا. وای چی داری میگی پسر؟ اول بهش گفت روبای پیر، الان اینجا هم داره بهش میگه شغال دیگه، یعنی عملا سگ زرد برادر شغاله میگه که تو سگ زردی نه چی؟ بیدی فروش بودی کف گلو بندک ضربت و نوش کردی شب قدر تو شغالی نه سگ زردی نه تو شغالی نه سگ زرد برادر شغال هم نیستی آره. خودشی
تو شغالی نه سگ زر. سگ زر برادر شغال میگن دیگه. آره برادر شغال نیستی، خود شغالی. آها. خود شغال. آه ای آره پشمام. همه جور تو کشیدم من خر له میشه زیر برف سر کف فامیلو سارق لفظا من سر خم قدغن تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراشی گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراشی گن زدی دم جلد میشی مثل کفتر یعنی میری عضو اونا میشی دیگه جلد میشی رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر جایزیه یه سازمانی تونو گاییدم با وای آخرش فهمیدی جایزیه سازمانی تونو نه اینه لفظ آجیه دو خب لفظ. نباشه چی لفظ نباشه چی نباشه خیلی ترسناک نباشه خیلی ترسناکه چون میدونی عضوان دیگه به اعضا نمیرسه واقعا با بیخیا اصلا نزنیم حرف راجع به این قضیه اصلا آجی ما هنوز الان هیچ کس هیچ اصلا ببین اذیت میشی نه آراجی اصلا رپ فارسی خیلی به جای اذیت واقعا اذیت عجیب ببین منم اذیت میشم ولی چون اذیت میشیم نمیتونیم بگیم امکان نداره نه امکان که ممکنه داشته باشه امکان که داره شاید دفتر. اصلا نپذیرم این حقیقت و اگه حقیقت یعنی اینجوری بدویم جایزیه یه سازمانی تونو گاییدم مگه میشه خب خیلی نزدیک فدایی بهشون یعنی نمیتونم گل آره میدونم میدونم چی میگی ولی خب حس میکنم گل واژه نگه گل واژه آره حاجی اصلا بریم بریم آچماز رو داشته باشیم اینو این تموم شد این اصلا میخوای دوتاشو یه جا بریم که دیرتر نره بالا آره میخوای دوتاشو نه 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 بذار دوتا با هم بریم آره بذار دوتا با هم بریم باش ولی خدایی رپورسی داری کجا میره غرغرا خدایی خیلی هاما مرسی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید خدافظی نمی کنیم باهاتون یادگاری و الان رفتیم آچمز فدایی فیت بگی شاپور رو بعد از این خواهیم داشت بلافاصله بعد از این جان تو قلب ماست عشق دلش